اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مشورت صحابگان نشسته بودند و با آنها مراجعت کرده گفتند که من خیلی در خواطرم که مبادا امتان من به خدای عز و جل شرک مخفی نبیارند. گفته میترسند. گفتند صحابه ها پرسیدند یا رسول الله شرک مخفی چیست؟ در جواب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند شرک مخفی این ریا است. گفتند ریا این محترم اهل اسلام یگان عمل صالح میکردگی مویا، یگان عبادت میکردگی همیا، یگان خیر احسان میکردگی همیا دیگران نشان داده، آدم ها نشان داده، بدلام یک آدم ها بینند و مرا تعریف کنم تی یک نیت از درام گذشته بودن دیگری، این همه ریا میشته است. ریا این یک کسلی وزنین ترین معنوی در جمعیت اسلامی به شمار می رود. ریا این دشمن اشدی اهل اسلام می باشد. ریا را به آتش مانند کردن. چه خیلی که آتش مقدار هیزم چقدر بسیار نباشد، در یک لحظه سوخته نابود می کند. ریا هم این همی خیل ثواب عمل های انسان ها را در یک لحظه نابود کرده می پردست. در شخص ریاکار در روز حساب کتاب، در روز قیامت از عملهای کردگیش، از عبادتهای کردگیش بی بهره میمونده است. از این معلوم میشود که ریا این گناه خیلی کبیره، گناه خیلی وزمی بوده است. حتی ریا به شرک دلالت میداده است. گفتند که ریا و شرک اصغرون، یعنی همه ما میدانیم که شرک دو خل می شود، شرک اصغر، شرک اکبر. انا همین مبادا عمل کرده ما ریا و داده شود دیگری، گذاشته برای دیگری، این شرک به دلالت دادگی می شود. برای همین الله تعالی در قرآن کریم می فرماید استعوذ بالله فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساحون الذين هم يراءون. یعنی پروردگار گفت است که ویل بر حال همین خل نمازخوانهایی که نمازشان را فراموش میکنند و نمازشان را برای ریا میخوانند. ویل گفتگی چیز این ویل یک وادی بوده است در دوزخ که فقط از آتش عبارت بوده است که عذابش خیلی وزنی بوده است. من الله تعالی در اینجا گفت است که انا همین عذاب آتش دوزخ ول بر همین خل نمازخوان ها بود که نمازشان را یک نمی ارزگی چیز به قضا میکنند، نمی ارزی کار به نمازشان را فراموش میکنند و نمازشان را برای ریا میخوانند. برای همین هر یک شخص مؤمن در ریا، در اجرا کردن، در ادا کردن عبادت خیلی احتیاج داریم. ما در کار بس که مبادا همین عبادت های کرسگا ما، همین خیر احسان های کرسگا ما، یا که همین یک عمل صالح میکرده که ما ریا گذاشته نبرد. چونکه الله تعالی در قرآن کریم میفرماید شما میگوید پروردگار صدقات های میکردگیتان را ریاکاری کرده نامود نکنید، یعنی برباد ندهید. اساس در سوره بقره اگر یک عبادت من شما یک ذره با این ریا شده موند اگری همون عبادت کاری گمیا هیچ یک فایدش نمیدست من شما. اگر رفت و پنج محل نماز ریا کاری که تدا کنیم، یا که خانه خدای رفت زیارت کرد بیاییم و ریا کاری کرمونیم، یا که زکات میداده گمیا بر ریا کاری ادا کرمونیم، یا که روزی ماه شرف را رمضان بر ریا کاری داشته مونیم اگری انا همین عبادت های کردگو ها ما، انا همین عمل های کردگو ها ما، خیر احسان های کردگو ها ما من شما و هیچ یک فایده نداشته است. برعکس همون آزار کشگو ها ما، مشقت کشگو ها میامده است. خلاص ریا نه فقط در عبادت و اعتقاد ما، بلکه در
حیات اجتماعی امروز زمان هم ضرر کلان رسانده است، چی در خصوصا در مراسم های توی عروس ما، چی در مراسم های دفن ما. صد افسوس که اکثر کارهای میکرگاه ها ما برای ریا شده استاده است. خدای عز و جل عبادت های میکرگاه من را، خیر احسان های میکردگه من را فقط در راه خودش فی سبیل الله ادا کردنش همه هم و نصیب روزی گرداند. الحمدلله، الصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.